من تو بد بینانه ترین شکل ممکنم فکر نمی کردم بیژن انقدر ضعیفاشه. من میگم اگه تو بخوای ما با هم دیگه ببین، من ترجیح میدم تا آخر زندگیم تک و تنها بمونم، نه کنار مرد ضعیفی مثل تو. اینم واسه تو. ننه من غریبم بازی در نهیر، اینجا جای چتر انداختن نیستا. یالا ما ننه بابام یک کلو وایزیان میان نمیان خواستگاری. هر دو بلند میشی میری ما هم دیگه نیشابور، دستو میذارم تو دست ننه بابا، جلو پرستم اینجا جمع میکنی هری. بله منم میام. یعنی ما هفته دیگه کتاب خطیه رو میز منه تو سهل دیگه. من نیمدی گفتی بلند شو بیا این وسط رو بگیر، اینو ول کن اونو بل کن. تو این اومد دنبال من گفت بیام دنبال تو، من که نیمدم دنبال شما. دو هفته وقت دارین کتاب رو بردارین بیارین واسه من. آوردین که آوردین، اگه نیاوردین. اگه نیاوردیم چی؟ بری رگ با؟ آره چه خوش بردارم باشا باشا. خانم پسر من گم شده، چه جوری بگم؟ دزدیدنش. خدا وکیل دزدیدنش. حسین داره صدا میزنه، شما هم اینو بردار برین با هم دیگه کار اینو تموم کن، برگرد بیا. گفت بری به این آدرس. خیلی دمت گرم. آقا فریدون سلام، کجایین شما؟ بود فریدون چه سیاه کرده بود ما رو. الهی قربونت برم پسرم، هر جور هستیم بچه رو پیدا کن. چشم. ما همه داریم از قصه دق میکنیم. ما خودمونم ناراحتیم. چشم. زنده باشی. انشالله پیدا میشه. ببا. شما نگران نباشی. آقا خیلی عذر میخوام شما رو. آقای دکتر ارادت من. خواهش میکنم. بفرم. خواهش میکنم. تمنون میکنم. بفرم. مادر فریدون از وقتی که این خبر شنیده حالش بده آقا، بستری الان عذرخواهی کردن که نمیتونن خدمتتون بخوام. خواهش میکنم شما ببخشید ما بفهم شد. بفرمایید نگاه بندازید. نامردیه آقا، باور بفرمایید هر جایی که به ذهنم میرسید رفتم سر زدم، دوست و آشنایی نبود که ازشون سراغ نگرفتم.
ما هم میریم میگردیم، ایشالله پیداش میکنیم، یه جوری میشه دیگه. آقا بفرمایید کجا بریم؟ همین الان بفرمایید به اتفاق بریم اونجا. والا منم نمیدونم، ولی به هر حال سعی خودم رو میکنم دیگه. قبل از من دوست و رفیق صمیمی نداشته؟ نمیشناسم آقا، رفقاش نمیشناسم. خیلی خوب، خودم میگردم آمارشو پیدا میکنم، شما نگران نباشید. دست شما درد نکنه. چی رو برگردیم؟ بزنیم ماشینا رو آقا، بزنیم برگردیم. هستم هی برگردیم برگردیم. اینجا خیلی یه جوریه، جوری هستش که خوف داره. خوبه، نمیدونیم تو چه خبره. با برم ببینم تو چه خبره. اینجا خوبه؟ میخوای زنگ بزنیم به پلیس؟ میگم با به هیچ کس نگین. چی زنگ بزنیم به پلیس؟ زنگ نزنیم به پلیس ها. سالی همینجا بایستم به پروانه زنگ نزنم؟ پروانه از پلیس بدتره، زنگ نزنی به پروانه ها. همینجا بایستی، هیچ کار نکن. بیا با بخور فشار بر من. سلام. بله سلام. با کی کار داری؟ من با آقا فریدون. آقا فریدون؟ فریدون چیه؟ گفتن اینجان. من گفتم که نه، شاید اشتباه اومدم آدرسو. یعنی حافظت قد یه ماهی هم نیست؟ خانم دکتر بفرمایین بالا. چشم آقا چشم، بفرم بفرم. با کی کار داری؟ ها؟ با کی کار داری؟ آقا فریدون. آره بله آقا. برو بالا. آفرز آمال وزید تو. سلام پروانه جون، خوبی؟ ببین یه آدرس بعد میفرستم سریع. آب دستتو بذار زمین خودتو برسون. این آشش. ممنون. ای وای. سلام آقا فریدون، چرا اینجوری شده صورتتون؟ چی شده؟ چرا اینجا این... ببخشید یه باندی به تادینی چیزی میارین من صورتشونو. آقا ندارم. به تادینشون کجا بود؟ چرا اومدین اینجا بی خبر؟ خانوادتون نگرانم به خدا. من خودم با این وضعیت اومدم اینجا، من اصلا نفهمیدم چی شد. داشتم میرفتم، یه رفعه یکی اومد با هم گلاویز شد، یه دونه زد تو سرم، چشم باز کردم دیدم اینجا. یعنی اون نامه واقعی بود؟ کدوم نامه؟ نامه چی؟ نامه داده بودم به باباتون که آقا فریدون رو گرفتیم گروگان، باید پول بدین تا آزادش کنین. از بابای من پول میخواستم؟ بله. من فکر کردم به خاطر شهرام من آوردن اینجا. شهرام ما؟ آره. چه رفتی به شهرام داره آقا فریدون؟ همه چی میندازین گردنش؟ نه من اصلا پونه خانم، من که اصلا این کارو نمیکنم. من میگم خب اینا رفیقای شهرام بودن، با شهرام مشکل داشتن، یه دفعه چه میدونم یه دفعه سر من خالی کرد. الان ناراحت شده. کی؟ پدر مادرم دیگه. زشته اینجوری نگین آقا فریدون. آره خب پدر مادرم نگران میشن، خب حق دارن، همه پدر مادر اینجوریان. ولی خب اون موقعی که باید نگران میشدن نگران نشدن. الان خب دلش کن. میدونین چقدر آرزوی همین پدر مادر دارن، همین زندگی رو دارن، شما اینجوری ناشکری میکنین؟ بله خب خیلی آرزو دارم پدر مادر من داشته باشن، جای من باشن. خب خیلی هم یه آرزوی دیگه دارن. چی؟ دوست دارن مثلا پدر مادر شهرام رو داشته باشن. شهرام ما؟ آره شهرام شما. مثلا الان شما برین خونه خودتون یه نگاه بندازین، شما وقتی تو خونه خودتونی خب دقت نمیکنین. چقدر همه هوای همدیگر دارن، چقدر دوستا باحاله، مهربان خانم چقدر باحاله، پشت همین. این بابایی که امروز اومده بود بابای شما، انقدر نگرانتون بود، یه پدر دلسوز. اصلا فرق داشت با اون آقای دکتر بد اخلاق سختگیر تو بیمارستان. نرم، همش نگران شما، دلسوز. آمدن شما، بفرد. Hey!
دیوونه هست اگه سلام دارم خوبی؟ این دوباره داد و عوار داره میکنه که چشه فریدونه دیوونهش کرد عصبی شد همه رو میگیره فریدون خبر نداری؟ مگه با تو نمو؟ بابا منم گمش کردم دیگه دنبالش دارم میگردم تو چه خبر؟ من نمیدونم از صبح داره همین سراغه این بچه رو میگیرم بابا چه الان دنبالش میگش میگم نکنه بیمیره خونش بفته گردنمون نه بابا خدا نکنه ماشین تو میدی؟ ماشین هم میدم جون هم میدم ببین ردی داری ازش؟ نه ردی ندارم ولی بریم بگردیم پیداش کنیم دیگه میای تو هم؟ آره داداش من اینجور که نمیزم تهمه بریم به کم بریم بریم اونو بسی؟ آره بابا میگم دیوونه شده فریدونه عصبیش کرده آقا فریدون به یه زنگ به شهرام یا بابا تینا بزن از نگره درشون بیار دیگه تمام کن خانم من گوشی ندارم یه لحظه فقط به من گوشی بودن دادن با شما یه تماس بگیرم خانم دکی بله شما که بهتر از همه واس بدونی از مریض حرف زیاد نمی کشم جوجو تو هم لالا پیش پیش باید خیلی کار دارم حالا کار دارم داره شما اگه ممکنه یه دو کلوم با شما اختلاف ناصر خان کنیم. ناصر خان بله. من خودم میگم شما به ایشون چیکار دارید ناصر خان ناصر خان شما اصلا حق نداری اصلا با ایشون کار ببین شما ناصر خان اگه میخوای همه سالم برگردن سر زندگانی بابا یه دقیقه این درو باز کن یه پیغام چینگالا پس برای اون برادرزاده گوگوری مگوریت دارم اینو لطف کن بهش برسون بفرمایید. خب الان هم که اتفاقی نیفتاد چرا انقدر داری بس کن مرد جان توجیه علکی نکن از تو یکی توقع نداشتم بیا برو کنار زنگ بزنم پلیس بیا کنار ببینم به چی خراب میشه پروانه خدا رو شکر مرد جان چرا گفتی بیا ببینم آجی جونم آجی خوشتون رو نگاه نکنید اینجا خطرناکه اینجا خطرناکه ببخشید ببخشید آجی آقا فریدون گروگان گرفتن خواهی تو سرم راست میگی چی شو؟ هیچی میگن خبری ندارم اینجا هم نبوده گفتم بزر من برم بپرسم میگی نه تو بری مثلا چی کار کنی مگه خودم لالم میپرسم دیگه جانم خاله فرمانه جان من؟ چیو؟ چیو؟ سویت کجا؟ اومدم بشین بریم بابا یکی این در رو باز کنه ناصر خان بابا وا کن در رو بابا باز کن دیگه این در رو بابا بسته دیگه بابا ناصر خان بابا این در رو باز کن در رو باز کن بابا قربونت بره که همیشه گره گشایه الهی قربونت برم بریم وایسا ببینم شهرام گفت رسیدم اونجا نبینم اتون نکنه آقا شهرام هم گره رو بگیرم زبود تو کاس میگیر این سویچو بگه ببینم تنه میخوای بری؟ تا بیای از من تو برم میو بفیقو برم هم بگیر اینو چیه بابا چیه در خود کردی؟ آقا میرم بابا بیا بارو کنم بینیم بابا بله دو شهرام کو بایسته بایدم شهرام کو
کرد. من یه راننده آژانسم، من بی تقصیرم. دروغ نگو. ما هم نهای شهرامیم، شما هم همراه شهرام بودی، اما الان شهرام با شما نیست. شهرام کجاست؟ شما هم نهای شهرامی؟ خب نگفته بودی رفیقت یه شمش طلای 24 عیاره؟ آقا شهرام تنها خوری؟ آره با منم. بابا تو دیگه کی هستی؟ من مثل تو انقدر نامرد نیستم که آدم ها تا وقتی که صدای سکشون بیاد برام ارزش داشته باشن. رفاقت واسه ما حرمت داره. رفاقت؟ ببین کی حرفا رفاقت میزنه. این حرفا واسه آقا چیه؟ آقا ناصر خیلی گنده است. واسه دهن شما زیادی گنده است. حرف از رفاقت میزنه برا من. اگر هیچی به اینا نگفتم و نذاشتم اونجور بزننت اینجا که اینو قیر پنشی و با یه قلتک فولادی از رود ردشن، واسه خاطر اینه که تا یکی دو ساعت دیگه کی بارم؟ یکی دو ساعت دیگه آقا؟ تا یکی دو ساعت دیگه کتاب باز رو میز من باشه اینجا. بعد من میدونم و بابای اون آقای طلا. اگه دست به رفیق شهرام، شهرام دادا، شهرام، 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 نه بیرو برو تو درم من، برو تو. گفتم با یه چموق اینقدی زدن وسط فرق سرش. اون وقت شما هم فرار رو بر قرار ترجیح دادی. چیکار میکردم؟ 20 تا بودن. یه رفیق تو چیکار داری میکنی؟ ترجیح میدم گوشه هلفتونی ببینمش تا قبرستون. الو سلام، 110. این درسته، این درسته، این درسته. ببینی شهرام فری، آدم دوربرم کم ندارم، یه اشاره کنم و سه سود کتاب آوردن برام. منتها نشنفتن حسین آقا ناصر افتاده. اونم اکی و کسی که همه کار براش کردم، از هیچ کاری دریغ نکردم، از یه زیگی پلاستیکی اوراق دوزاری. آقا ناصر، آقا ناصر، احترام دوجبا فری، 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 فری. دوزدار همینجوری میبرن با قفونی، دست اینجوری میگیره، یه دست اینجوری. الان برای چی با من میگی؟ مگه ما دوزیم؟ خب اگه دوز نیستیم پس برای چی داریم فرار میکنیم؟ برای چی فرار نکنیم؟ دیوونه ای؟ بریم قاطی اینا ما رو بگیرن ببرن، فکر کنن ما هم دوزیم. آخه با خودمون شاکیم از اینا. شاکی باشیم تا بریم قاطی اینا بخوام بریم اون تو بگیم ما خودمون شاکی هستیم، سه سال طول میکشه. بابا مدرکش از زخمونی آقا بابا خمد زخمونی آقا. چیزی بهت میگم و باید اونجا وای میسادم جنازه‌شو تحویل میگرفتم. نه خاله جون تو رو خدا، تو هم یه دور از جونی چیزی خیلی داری. خب دور از جون جنازه‌شو تحویل میگرفتم. دور از جون جنازه‌شو تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ چرا آخه میبینی داری گریه میکنی؟ اینو
میدونی پلیس بیاد چقدر براشون حبس میبره؟ شما که دکتری بفرما بگو چقدر حبس میبره. الان بهت میگم چقدر حبس میبره. میدونی چقدر براش حبس میبره؟ چقدر؟ چند سال؟ اونقدر سالی که موهاش رنگ گندوناش سفید بشه. فرمانده خانم. آفرین. آفرین. میگم میخوای بزنم بغل براتون آب بگیرم؟ آب برای چی؟ بابا آخه عصبی هستید آخه. من شناسم هم پیدا کردم. بابا این سند رو ندیدی که من میتونم پیدا کنم. حسنت هم اونجاست. کجاست؟ چرا چادر چاقچور کردی؟ میخوام بیام. دلم طاقت نمیگیره بچه‌م اونجا باشه. بابا کجا میخوای بیای؟ من میرم دیگه. تو برو رب با درست کن دیگه. گفتی گوجه میخوام رب درست کنم. برو رب درست کن. حیف پیدا شدم. بریم این سند مال آقامه ها یادگاره گمش اصله. مادر من شما کجا میخوایید؟ کلانتری دیگه داداش. آقا گله ای میخواییم را بیافتیم بریم کلانتری که چی بشه؟ من میرم دیگه. مگه سند به نام هممون نیست؟ خب آره مگه چیه؟ خب باید همه باشیم رضایت بدیم که شهرام در بیاد دیگه. اگه تو رضایت بده بودی پروانه خانم کاری نمی‌کردی شهرام پری رو بندازن تو هلفتونی. پری خانم اونجا نبودی. من باید وای میستادم هر بلایی که بود سر. بس کنید بس کنید بس کنید. اینه خروج جنگی افتادی تو جون هم دیگه. بابا لازم نیست شما بیایید، همین من برم کفایت میکنه دیگه. من نمیدونم سایه زرم میخوایی چه کار کنی. فقط شهرام من اندر بیار تو بگه نه این دل من آروم نمیگیره. آخه الهی بمیرم، نیست دفعه اول پسرت میفته و لفتونی دلت آروم نمیگیره. خب اگه دفعه اولش نیست واقعا دفعه اولی که بیگناه میفته تو زندان، اونم به خاطر تو عمه بدجنسه. ای وای بفرما بفرما بیا و ثواب کن، این همیشه نتیجه. راست میگه دیگه پروانه. راست میگه دیگه. بیا ببینم چی اینجوری شده؟ تمومش میکنید یا نه؟ بابا مگه باباش مرده که بچه بیگناش میفته تو زندان؟ ایرای جونت مادر، من قانون رو حفظم. این موهای منو توی کلات دریاد سفید کردن، اینو مطمئن باشید. من درستش میکنم، نیازی نیست شما بیایید، برید پی کارتون دیگه. خیلی خوب. بده من شناسنامه برم. این شناسنامه من مواظب اون سندم باشه. باشه بابا مواظبم. بابات دادیم. کیه؟ سلام. برای آزادی تمام دربندها سلام. مهرامون چرا حرف در میاری؟ دربند کدومه؟ دربند کدومه؟ انتهای شریعتی بالاتر تجریش میشه دربند. من این شکلی بودم مهرامون خانم. خونه خانم من این شکلی بودم. خونه خانم خوصا شهرم خوبی تو ببینم این بلا رو سر دوبار نوایسو ببینم تمام صورتشو دابون کردیم. همینجوری پاشدی اومدی تو باید بری شکایت بکنی. بابا باید بری پزشکخونه طول درمان داریم. بیا بریم مادر من، باید ما مجبورشون کنیم اونا هم سند بردارم بیارم ببین چیکار کرده صورت. مهربان جون پری جون سو ببخشید من با اجازهتون برم. به سلامت. کجا قدم ما شون بود؟ چی کارش داری بچه؟ بذار بره. سلام برسون به حسن آقا. مرجان زنگ میزن تماس. خب دیگه تو سلامت. چش بود چه خبر شلوغش میکنی پروانه؟ هیچی عزیز دلم، میخواست توجه چل کنی که کربا فخ شد. نکن جلب توجه میکرد. خودت دیدی چجوری گله گله اشو میریخ. شهرام اگه بره این دفعه رفته. خود داری شهرام اگه بری دیگه این دفعه رفته. برو بده من سندو. بده من سند آقامو. بابا بیا این سند آقاد، این خونه آقاد. برو بلم کن دیگه. تو هم چه بایدازم برم؟ سلامت برو نه خان داداش بابا من به نظرم آقا سرلاح نیست شما اینجوری تک و تنها. نه این آخه من دکتر مگه نیستم؟ من تشخیص میدم این الان عفونت میکنه. من عفونت کرده اصلا اوستا. من اینه شعرهای من هیچ فرقی میکنه. برو یه پانسمان کنید که بدتر از این نشه. یعنی پانسمان و بهنایی میذاری دیگه جاش نیمونه. بیا درست میگرم اوستا دوستتون دارم. اوستا بذاری دستتون ببوسه. دستو بلش کن. ده بار بگذارم دست پدر مادرتو ببوس. برو دیگه. نزن داداش. گرفتاری شدی. چشم باید به همه چی باشه. تو اینجا چی بخواه. بیا برو دیگه. مرجان. بله. دو دقیقه وایسا میگم میخوام باهات حرف بزنم.
جانم مادر کجا؟ آها خب از همه رضایت و حلالیت تو گرفتی؟ پس نوبت من کی میشه؟ حلالیت از تو واسه چی؟ اولین باری که با بابام حرف زدی کی بود؟ یادت میاد؟ چند سال پیش؟ آره چند سال پیش بود. از همون موقع دارم از این اون حرف میشنوم. تقصیر تو هم نیست، تقصیر خودمه. اصلا تو آدم زندگی مشترک نیستی. بابا این حرفا چیه داری از خودت میزنی؟ من که هر کاری از دستم بر اومد. تو که چی؟ چی کار کردی؟ به قول خودت داری عوض میشی. ماجرای امروز چی بود؟ بابا تو ماجرای امروز مرجان من اصلا چی کاره بودم؟ من تقصیری باشه ماجرای امروزم تو تقصیری نداشتی، تو بیگناه بودی. به جز عوض شدن چی کار داری میکنی؟ راستش چی؟ به ته لیستم برسی تازه میرسی اول همون خطی که بودی. چقدر بهت گفتم دنبال کار باش؟ نگفتم؟ گفتم یکم به فکر خودمون باش. آره حق داری الان عصبانی باشی، هرچی میگی حق داری، ولی فقط یکم به من فرصت بده. به امام هشتم من همه چی رو ردیف میکنم. فرصت داری؟ خیلی هم فرصت داری. هر چقدر دوست داری برو زندگی تو بکن، فقط دیگه دنبال من نیاد. چی داری میگی اینا رو از خودت؟ یعنی مرجان داره این حرفا رو با من میزنه؟ تو بیار پایین. آره مرجانه، آدمم، آهنگ نیستم، کم میارم. من اینجوری نمیتونم منو ول کنی بری. یا عادت میکنی. بله بیارم برم. نه داداش خور بوده. به سبا که موازه باش. چشم اینم متکا. موازه باش خب دمت گرم فرما. دیگه ماما کار نداره. پرتقال و لیمو شیرینا رو خوب بشور. چشم بده من آبشو بگیرم بدم این بچه بخوری جون بگیر. خان دادا شما چی؟ چایی، قهوه، نصفه، چلو، کباب، درموش چی بیارم براتون؟ باز این پروانه چشم بود خاط زده بود. بابا بل کن اونو. ای بابا من به اون کار ندارم. من ناراحتم این دختر چرا اینجوری شهرها ما رو روی انگشت خودش داره میچرخونه. خانوم اینقدر سخت نگیر. مگه ما جوان بودیم عشق عاشقی نداشتیم؟ ما فرق میکرد کم قهر و دعوا داشتیم. همش هم که من منت کشی میکردم، بعدش هم این چیز دیگه، این حلال زدن به آقاش میره دیگه. حالا تو این زبونه نداشتی چه کار میکردی؟ آه اومدی؟ بله. یه برو تو اتاق مادر اونجا رخت خواب پهنه، برو اونجا استراحت کن. برو اتاق مادر تو؟ آره یه بس اتاق من، تو اتاق مادر بگی برو. دست شد. بله بله میتونم، یه رفع سرم گیشتم. برو چشم بیا دیگه. برو الان من میام. چه درده کشم چشم کار کردم، بفهمید. به غیر از آب قند درست کردن کار دیگه هم بلدی. خانم دکتر اون وقت الان بخیه احتیاج دارن یا همین دب و گلی بسه؟ نمیدونم، بیا تمیز کنم ببینم چی نیاز داره. ببخشید تو رو خدا پروانه خانم، من حالم خیلی بده، یه ذره اینجا مزاحمم، شرمنده، ببخشید. اینجا دیگه کجاست؟ خانواده شهرام اینجا زندگی. پس چرا نیاوردنشون خودمون؟ عزیز من طاقت داشته باشه بالاخره میفهمی. مامان الهی قربون اون دستات برم، آرام بخش زدم خوابه. الان نگی بذار بیدار شه بعد ویتامین سیش میپره. وا مگه خودمون دهن نداریم؟ آب پاپ بخوری. ببخشی خب بخور. بابا یه نفر این درو باز کنه دیگه. اه بابا داد نزن. چی شد؟ خوابی آرام بخش نزن. همچین میگه انگار شانس قمچوبمون در خوابیده. بله سلام علیکم. کجا میگم طوریش نیست. کجاست؟ حالا دکتر فریدون کجاست؟ آرام بخش زدم خوابیده، باند پیچی کردم، همه چی میدونن چه خوب باند پیچی کردم. عالی، حالش خوبه. خوب نگران نباشی. چرا؟ آرام بخش زدم خوابش. تازه دو دقیقه چشمش رنگ گذاشته. تازه دو دقیقه خوبش کردم، آزمایش کردم، بریم بالا. یواشتر الان فقط دو دقیقه سه چشمش رفته با هم. اینا رو کی خبر کرده؟
دعوتون شده بوده؟ رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون. به من نمیخواد بگی قربونت بشه. خسته شدم دیگه. آقا شهرام که اصلا وقت نداره، سرش شلوغه، اینقدر به زندگی آیندهمون فکر میکنه. همین؟ کمه؟ قربونه شکلت بشم من. حق بد میدم. تو هم خسته ای. خسته شدی. اما زندگی به این راحتی ها که نیست مادر. اینقدر بالا پایین داره. فکر کردیم ما الکی رسیدیم به اینجا. عزیز دلم. یادت باشه اونم این روزای سخت رو داره میگذرونه. باید درکش کنی. یه ذره صبور باش. عزیزم. پری داری چی کار میکنی بابا؟ بجو بابا زشته. چند تا داری چایی میری؟ بابا مگه خودمون دهن نداریم؟ تو با خودت نمیگی که اینا دوتا انر بلند شدن اومدن اینجا دست خالی، حتی نگرفتن یه چیزی دستشون بگیرن بیارن. بابا بچه ما بچه اینا را دهن شیر نجات داده. صدا تو بیار پایین بابا، صدات میپیچه میره تو حیات میشنن زشته. باشه بیا بسه، بدش کن. نمیتونم، تو نبودی ببینید دماغش چه جوری داده بود بالا، جس میگرفت برای من که پلیس میاریم، ال میکنیم، بل میکنیم. آخه الان مهم این حرفاست بابا؟ مهمون حبیب خداست، من حالا دارم براش. که نداشتی که من بیچاره میشدم. من حواسم همش به اینه که تو یه جوری انتقام منو بگیری. باز این فلکه تجهیش رو باز گذاشتن. نمیفهمم این بچه خوابیده صدای آب اذیتش میکنه. من نمیفهمم چرا همه عروسیشون تو خونه ماست. بابا یواشتر، بابا میشنم از صدا میره بالا. آهای پونه مادر، بیا اینا ببر به داغ و فریدون، اگه بیدار بود به زور به خوردش بده. بچم ضعف کرده از شدت خونریزی چه دورتون میگردم؟ خونریزی هم داشت؟ نه آخه مامان نیست خون اینا زیاد ندیدن. بعد دلنازک هم هستن اینجوری میگن، وگرنه یه خراش ریز چیزی نبود. نگران نباش. ای وای نگاه کن سر بچم چی ها آوردن. آی الله. بفرمایید آقای دکتر، بلندش بفرمایید. خیلی خوش اومدید. بابا چیز ناقابل آقای دکتر. بفرمایید دکتر. دست شما در نکنید. خیلی خوش اومدید. بفرمایید خانم دکتر. ممنون می‌نم. بله آقا، شرمنده که ما دست خالی اومدیم خدمتتون. حقش بود که با جعب شیرینی می اومدیم واسه تشکر، ولی پونه خانم که زنگ زد ما یه مرتبه هول شدیم، دست پاچه شدیم، نفهمیدیم چجور خودمون رسونیم اینجا. قلمتون رو چش باور کن آقای دکتر، فیدون و ما عین بچه خودمون دوست داشتیم. زنده باشی. باید خدا رو شکر کرد که این بچه پیدا شد. خیلی ممنون. لای شکر. خواهش میکنم. با تشکر از پروانه خانم، کاری نکردم. پروانه؟ مگه دارم دروغ میگم؟ خب من یه سری بزنم به فریدون جان، یه دو کلم باش حرف بزنم. بفرمایید. خانم پدر و پسریه، بفرمایید شما. با اجازه. بفرمایید. بفرمایید. سلام. خواب بودن، نیست تو سرومشون آرام بخش ریختم، نشد که این آب پرتقال بدم، گفتم بشینم بیدار شدن. دست شما درم، خیلی ممنون. خواهش میکنم. میتونم چند دقیقه با تو صحبت کنم؟ با من؟ بله با شما. ببخشید پناه بر خدا، فریدون خان چقدر شبیه مادرشون، انگار از یه سیوی که از وسط دونست کردم. خب مادرون بخواد مادرشون هم دیگه. البته به نظر من چشم و ابروش بیشتر به باباش رفته تا به مادرش آفریدون. عذرخواهی میکنم ببینم اتون یه لحظه. استثنا این نفر رو باید موافقم. آره درست میگی، ولی دماغ کوچولوشون شبیه فریدونه. دماغشون رو نگاه کن. دماغ فریدون؟ آره. ولی دماغ فریدون عین مامانش خوشگله. عمل کرده.
خب حقیقتش اینه که من میخوام راجع به این خواهر برادرزادتونه دیگه. هم خواهرزاده هم خواهر شهرام. کی؟ خواهر شهرام میگم. خونه نیست زایدن، درسته؟ خانم عزیز ببینین، من چه از حالی هست که شما رو میشناسم، با رویت شما هم کاملا آشنام، برای همین دلم میخواد خیلی راحت با شما صحبت کنم. این موضوع هم بین خودمون باشه، یعنی فریدون راجع به این قضیه چیزی ندونه. من دلم خواد با این دختر خانم بشینم یک صحبتی داشته باشم. شدنیه؟ نه. چرا؟ چون شهرام خواهر نداره. واقعا شهرام خواهر نداره؟ من با اجازتون برم یه چایی براتون بگیرم. خانم عزیز. بله. فریدون شما رو دوست داره. درست میگم؟ فریدون شما رو دوست داره. درسته؟ نمیدونم، با اجازه. بنشینید لطفا. بنشین. بفهم. بشینید. دنیای عجیبیه نه؟ قبول داری حرفمو؟ حالا پسر من، این خانواده، اینجا، شما. آقای دکتر من میدونم ما با هم خیلی فرق داریم، اینو با آقا فریدونم گفتم. شما چقدر فریدونو میشناسید؟ آقای دکتر اگه اجازه بدین یه وقت دیگه راجع به این موضوع حرف بزنیم، من اصلا حالم امروز خوش نیست. لطفا سوال منو جواب بدین، چقدر فریدونو میشناسید؟ همونقدی که چند بار اینجا دیدمش و یه حرفایی شهرام راجبش زده. خیلی خوب. شما فریدون رو دوست داری، فریدون هم شما رو دوست داره. شما همون اندازه که فریدون شما رو دوست داره دوستش داری؟ نمیدونم. ببین عزیز من تو رو خوب میشناسم، دختر راستگویی هستی. دوستش داری؟ فریدونو دوست داری؟ خیلی خوب، خیلی خوب. بیا حالا فرض کنیم که فریدون ما هیچی نداره، مطلقا همون نگهبان باشگاه است. اون وقت بیاد به خاطر عشق تو زندگیشو به هم بریزه، یه زندگی تازه شروع کنه. تو باز هم از... بله، ولی من نمی... ولی چی؟ صریح به من بگو دختر، چی؟ ولی من فریدونو همون نگهبان باشگاه میشناسم و همون جوری انتخابش کردم. این چیزا هم برای من معیار نیست، برای من مهم اینه که با خانوادش صمیمی و خوب باشه، منم بهش کمک کنم. ننداز، فقط میندازی ها. وای از کتوکول افتادم پروانه جون. بس مامانی دورت بگردم، تمیز شد دیگه. خواهش می‌کنم آب پایین رو بریزیم، میخوام تمیز بشم. مرسی، اینم آخرش، دیگه هیچی نیست رو زمین، دورت بگردم، تمیز شد. خسته نباشید دخترو. بله. بیا این وسایل سفره رو ببریم، اینو بذارم چشم، اونم میبرم. بده من. سایه سرم اومدی؟ میگم پری جانم، میگم کاش دکتر و خانومشو نگرد میداشیم. آره. یه شامی هم درست میکردیم، آبگوشم بود دیگه. نه خانم دورت بگردم، خیلی بهشون اصرار کردم، ولی خانم دکتر یه جوری گفت قراره خیلی بریم و بیاییم. فکر کنم برنامه دارن، هی برن هی بیان، هی برن هی بیان، هی برن هی بیان. ببین این خانم دکتری که اینقدر بد اونق بود و گند دماغ، دیدی یه دفعه چجوری اخش باز شد، گفت و خند. باورت نمیشه، مامانی برگشت گفت دماغش عملیه. گفتم او الان یه دفعه ور میداره بد اخلاق بازی. بعد از اون مهربان جون از دهنش نمیافتاد، تازه ازش قول گرفتم بیاد آرشگاه عباشو آرش درست کنم. آره پروانه جون، میگم خواست بیاد آرشگاه، منم صدا کنیا، چون میدونه ما با هم ببینم اخلاقت چطوره. حالا میگم آقای دکتر موقعی که خدافزی داشت میکرد هی برمیگشت، هی دلار سلا میشود، هی تشکر از من که من فکر کنم که هی داشت تعریف من داشت. سلام علیکم. سلام، قربون قدت برم الهی شهرام پلی.
فداتشم دردت بجونم. این چشم بود بوش زرمان. نه نگران نباشید چیزی نیست. بله نتونستی آرومش کنی نه؟ این توبه مری از اون توبه مری ها نیست، تصمیمشو گرفته. الهی قربونت برم خاله، بشکن دستشو که تو رو به این روز انداختن. بیا اینجا بینم، بیا بیا اینجا بخواب. میدونی مهر روان جو میگفت تقصیر خدا بیامرز یعقوبه که من اینجوری شدم. از بس که دقیقه به دقیقه این آبگوشتای چرب و چلی رو داد ما خوردیم آخه. با یه کف دست دنبه یه پاش دوغ. بله اولش میگفت لاغر و نیقلیو بودم تیز و باز. آخه عزیزم بخواب برم برای دمش بیارم. ولی خدایش خیلی خانواده خوبی بود. بله 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 بله. ببین اصلا نمیدونی اندازه یه سال خندیدم. وای وای چه خوب بودم. منم همینطور. تو چی همینطور بابا جان؟ میگم دلم باز شد دیگه. خب دلش وا میشه پیششون دیگه. پیش کیا؟ ای بابا پیش همین خانواده‌ای که الان دارن میگن دیگه. آها خوبه دیگه. وای وایت واسه ماست، های هایت واسه اونا. ای بابا بگی بخواب پسر جون، من الان یه سرم بهت میزنم تا صبح راحت میگیری بخواب. چه خبره؟ چی شده؟ چقدر مهربون شدی؟ من واقعا جنبه این همه مهربونی ندارم. و دمتون گرم. نمیدونی مادر بزرگ چقدر شیرین بود، اصلا دلم نمیخواست پیشش باشم. بابا اون مادرش بود، اصلا مادر بزرگش نبود که. مادر کی؟ مادر کی؟ آها نه آره 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 اون مادر بزرگ شهرام بود. آره درسته. خب اوسا چی میشه؟ اوسا کیش میشه؟ اوسا کیش میشه؟ ای بابا میپرسم اوسا کیش میشه؟ اوسا کیش میشه؟ اوسا کیش میشه؟ خب کیش میشه؟ اوسا میشه باباش دیگه. باباش نیست داداششه. من اصلا نمیفهم دارین در تو کی حرف میزنی. ای شیطون خوب میدونه ما راجع به چی صحبت میکنی. خیلی خوب، به هر حال مردمان خیلی خوبی بودن. بله. دمت گرم بابا. قربون برات. باریکلا بکرت. بیا نرم بذار. چی شد؟ اینجور که من فهمیدم مرجان برگشته به شهرام گفته تو به فکر همه چی هستی الا زندگی مشترکمون. خب راست میگه دوستم. راست میگه مادر. چی راست میگه مهربان جون؟ دیگه شهرام بدبخت پری باید چه کار کنه؟ یه کاغذ گرفته دستش دور شهر دوره افتاده، داره از همه امضا جمع میکنه، حلالیت میخواد. این شرط آقای اون بوده دیگه. آبجی خانم جون زندگی مشترک همون. آقا جان مگه مرجان رفیق صمیمی من نیست؟ از من بپرسین دیگه. حالا تو خودت کی هستی که رفیق صمیمیت کی باشه؟ چرا اینجوریه امشب؟ هر شب این مدلیه. مرجان مشکلش اینه داداش. خب. میگه این شغل نداره کار نداره. آخه شغل نداره کار نداره، دنبال شغل و کار هم نیست. من چه جوری باش زندگی کنم؟ تازه فهمیده. قری بابا شما چرا اینقدر بی انصاف شدی؟ والا دختره حرفش حقه. بله. این پسر اصلا آدم خوب باشه. کار نداشته باشه چجوری میخواد خانواده تشکیل بده؟ لجن میگیره. من با حسش شما میفهمم که تو همیشه طرف این دختره رو میگیریم نه منو. باشه یه دقیقه صبر کنین، من خودم فردا میرم با مرجان صحبت میکنم آرومش میکنم. نه بابا کار تو نیستش که، این کار یه آدمیه که بزرگتر از خودش باید باشه. تو کجا میخوای بری؟ دورت بگردم. من هم از شهرام بزرگترم هم از مرجان میشم یک آدم کاملا بزرگتر. منم بزرگترم باشم. نه لازم نکرده خودم میکنی. بچم شده یه پارچه پوست و استخون. شهرام شده یه پارچه پوست و استخون از بعد از اون تا الان. بله تو این چیزا رو نمیفهمی. تو چه میفهمی عشق یعنی چی؟ اون موقعی که دل من واسه مشقو به خدا بیامرز رفته بود. یک بابا زشته بابا، حرفا چه داری میزنی؟ ببخشید. وای 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 این حرفا دل آدمو به قش و ضعف میندازه. خیلی خوب من خودم برای بچه‌م میرم غذا میریزم میبرم. رگ خواب بچه‌مو من میدونم نه شما. من وقت نفهمیدم اینا به چه مشکلی برخوردن. شغل کار یه که میدونم کار کار برای چه برای چی دارید یه دخورم کجا این کار کار میگه کار انگار ریخته نمیجه برای غذاتون رو بیاری بخور میگه حرفش عوض میکنه. خب اولا چی دارید این کار خانم
شهرام پری بایم بریزه برداش قربونش برم بابا ما خاموش کن جون تو سرم درد میکنه سردردت مال گرسنگیه فدات شم یه چیزی بخوری خوب میشی وقتی میبینم اینجوری به هم ریخته یا انگار تو دلم دارن رخ میشورن دق میکنم از دستت یادت بچه بودم برام لالایی میخوندی یه شب دیگه اگه دوست داشتی برام میخونی میگم آروم بخوابم ای دردت بچونم پسرم پسر یکی یه دونم عزیز دلم برات میخونم میدونم این دختر خون به جگرت کرده ولی اون خیلی دوستت داره ها من دوستش ندارم نمیخوام هی از اون دفاع کنی الکی برای چی از این قبل بعدت میام منم نمیام دوستش دارم تو اینجوری عشق تو چشمی آه تو مامان پری منی جاد گوشه قلبمه عاشق این دیوون بازیاتم قربونت درم الهی با هر زدنت اون نگاهی یه بری مردونت من زن داشته باشم یه تیم فوتبالم بچه داشته باشم ای خدا بچه شده باز تو تای قلب منی راست میگی تا آخر اون گوشه قلبم تو از کجا یاد گرفتی کلک اینکه قشنگ حرف بزنی آدم مگه چند تا مامان پری تو عمرش میتونه تو زندگیش داشته باشه این مفتاد بشم الهی بی قضا تو بخور عزیز دلم نمیخورم چرا قرم سبز بکنم دوست داری نمیخورم بیا 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 پری پری اومدم سایه سرم ببین من بین شما دوتا گیر کردم بیا بیا فدا من گیر کردم نمیخورم هورمونت برم الهی بز من پاتو ای ای نمیخوام لولسه شو خانده داشت خب چی میگه والا باور کن من درک دونم دیگه برید بس که همه تونو درک کردم فقط نمیدونم چرا شماها منو درک نمیکنی قضیه مرجاده حس ششم من به میگه که پسر تو باید داماد بشه اما واقعیتش اینه که اگه بره داماد بشه از این خونه اون وقت من چیکار کنم دق میکنم از دوری سایه سرم خانم چرا دق میکنی یکی میره جاش دو نفر برمیگردن این نگرانی نداره تازه بعد یه مدت میشن سه تا بعدش چهار تا خیلی خب دیگه بخور به سبزی خورده به دماغتون نخوردین دارین جفنگ میبینید تو فکر کن ما شام نخورده باشیم یعنی شام خوردین چیزه میدونی یعنی تو بدون من قرص سبزی خوردی؟ شلوغش نکن من یه ذره تبندی کردم تبندی چی؟ تو من همیشه سب میکنم تا تو بیای با تو مزه میخورم حالا تو بدون من بگیرم من دارم برام حالا من به تو مزه میخورم مامان بزرگ با بزرگ آینده رو اوه کی قراره اینا رو بزرگ کنه من کنش بس خونه نمیم تو در نفس و جان منی نیمه ی پنهان منی در دلم آرام ندارم من زخم نمگیر تو هم عبرم و دلگیر تو هم در خودم آرام ببارم عشق تو دارم در دل و جانم دلگیر شدی زود بگو تا خودم را
که ته قصه به هم ریخت، رفتم ببرم دل که دلم رفت، آرام دلم با تو غمم رفت. عشق تو دارم در دل و جانم، دلگیر شدی زود بگو تا خودم را برسان. ماه تمامم جز تو نخواهم، من هیچ شدم تو.